خدمت شما عزیزان سلام ارز می کنم به ویژه خدمت شما پدران و مادران عزیز فریدون هستم از برنامه در تربیت فرزندان دارم با شما صحبت می کنم ما الان در برنامه دوم هستیم تربیت بچه ها رو از کجا باید شروع کرد؟ باید اینو بگم که تربیت بچه ها از خود بچه ها شروع نمیشه بلکه از خود پدر و مادرها ما هممون وارثان تربیتی پدران و مادرانمون هستیم و در حین این تربیت و همینطور نتایجی که از تجربیات زندگیمون فراهم کردیم همه اینها باعث شدن که یک سری باورها در ما شکل بگیره و این باورها باشن که در واقع پشت فرمان زندگی ما نشستن و دارن زندگی ما رو به جلو میبرن همه ما یک چنین مجموعه باوری رو داریم چه اون دست از افرادی که از تحصیلات بالا برخوردارن و چه افرادی که تجربهشون رو در کلاس‌های عملی زندگی کسب کردن و این باورها رو در کلاس های عملی زندگی به دست آوردن واسه همین هم سوال مهمی که در مقابل ما هست اینه این باورهایی که الان من دارم از کجا میدونم که این مجموعه باورهام ارزشهای های درستی آیا این اصولی که من به اونها ارزش میدم و دو دستی بهشون چسبیدم آیا اصلا ارزش به حساب میان؟ واسه همین بود که گفتم تربیت فرزندان از خود بچه ها شروع نمیشه بلکه از خود پدر و مادر شروع میشه عزیزان تربیت فرزندان این نیستش که اول بچه دار بشیم و بعد در طول روزهای زندگیشون به تربیت مشغول باشیم یا اینکه این تربیت رو بندازیم به دوش شانس و یا اینکه آقا بذار اول بچه دار بشم بعد فکر تربیتشون میکنیم نه نمیتونیم این کار رو بکنیم متاسفم بگم که اگه یک چنین طرز فکری رو داشته باشیم ما رو در تربیت بچه ها به زمینمون میزنه تربیت بچه ها رو قبل از اینکه که بچه دار بشیم باید برنامه ریزی بکنیم باید نقشه رو بکشیم واسه همینم به محصه این که یه مرد و یه زن تصمیم میگیرن که بچه دار بشن لازم دارن که آن اصولی رو که حقیقتا به اونها اهمیت میدن همون اصولی که سیستم ارزششون ارزشیشون هستش بیان و این رو بریزن تو, تو کاسه ببینید تو دو تا کاسه مختلف نه یا یعنی اینکه زن بیاد تو کاسه مخصوص خود شوهرم تو کاسه نه تو دو کاسه مختلف نه بلکه تو یک کاسه بریزن و این باورها و اصول ارزشیشون رو امتحانشون بکنن و مطمئن بشن که اونها اصول درستی هن، اونها ارزش‌های درستی هن و تازه نه فقط اینکه بیان اونها رو روی کاغذ بنویسند بلکه ببینن که در زندگی مشترکشون هم به طور عملی این اصول هست یا نه واسه اینکه خیلی از مواقع شما وقتی میایید این ارزش ها رو روی کاغذ یک دو سه می نویسید خیلی خوب و قشنگ جلوه می کنن. ولی صحبت اینه آیا این زوجی که اینا رو روی کاغذ نوشتن اصلا اینها رو در عمل زندگیش هم می کنند یا نه؟ بیدونید چرا؟ واسه اینکه بچه در خانواده متولد میشه و قراره که ارزش های درست رو فقط از طریق حرف و نصیحت نه بلکه خیلی بیشتر از اون از طریق مشاهده نحوه زندگی پدر و مادرش یاد بگیره زوجهایی که به فکر بچه دار شدنن قبل از اینکه به این کار دست بزنن باید به یک سوال مهم تو زندگیشون جواب بدن. فرزند ما که قرار در خانواده ما متولد بشه در بطن چه سیستم ارزشی داره متولد میشه؟ واسه همینم برای شما پدران و مادران عزیز باید بگم که اگه قبل از اینکه با هم ازدواج بکنید این کار رو نکردید با کمال تأسف بچه شما پا به محیط خانواده گذاشته که میتونسته از نظر تربیتی محیط خطرناکی براش باشه واسه اینکه نمیدونستید که سیستم باور و ارزشی شما درسته یا نه این مطلب رو مشخص نکرده بودید که آیا اصولی که شما که مادر هستید یا زن هستید در خانواده و به اونها به عنوان ارزش نگاه میکنید آیا اینها همون اصولی هستند که همسرتون هم اونها رو به عنوان ارزش بهش نگاه میکنه یا نه اگه با خودتون صادق باشین میبینین که بسیاری از آن چیزهایی که واسه شما ارزش داره محسوب میشه صرفا در حرف بوده نه در عمل واسه همین هم بچه از نظر تربیتی در محیطی خطرناک قرار داشته شما عزیزانی که میخواید بچه دار بشید قبل از اینکه این, این کار رو بکنید احتیاج دارید که سیستم ارزشی خودتون رو امتحان کنید شما عزیزانی که همین الانش هم صاحب فرزند هستید لازمه که صادقانه کلاتون رو قاضی بکنید و در مقابل این سوال با خودتون صادق باشید آیا بچه یک سالتون دو سالتون سه سالتون در محیط خانوادگی داره بزرگ میشه که برش ارزش ها و باورهای تربیتی درست حاکمه اون هم نه در حرف بلکه در عمل آیا روش تربیتی شما مادر عزیز با روش تربیتی همسرتون فرق داره یا نه؟ و اگر فرق داره آیا فرزند شما شاهد این فرق بوده؟ خیلی از پدر و مادرها رو میشناسم که از دست نوجوانهاشون واقعا مینالن شما عزیزانی که نوجوان دارید و با این مسائل روبرو هستید عزیزان پیش از اینکه دائم میوه های غلطی رو که اونا تو زندگیشون دارن به رخشون بکشید و سرشون داد و هوا را بندازید به جای میوه به خود درخت نگاه بکنید آیا این درخت رو شما اصلا طوری بار آوردید که میوه درست بده؟ در اغلب مواقع اگه با خودمون صادق باشیم جواب این سوال نه نه نکردیم متاسفانه اگه بچه های ما در سنین پایین قرار دارند هنوز میشه جلوی صدمه بیشتر رو گرفت همین امروز دست به این کار بزنید اگه فرزندتون در سنین نوجوانیه صدمه دیگه زده شده و شما احتیاج به کمک دارید و تنها کسی که میتونه شما رو به شکل درست کمک کنه همون کسیه که این بچه رو به شما به امانت سپرده بوده و شما متاسفانه اهمال کرد زندگی مشترک من و همسرم به عنوان خانواده ای که من قرار درش متولد بشه و یا متولد شده بر اساس چه سیستم ارزشی داره به جلو میره به قوت کدام اصوله که داره جلو میره متاسفانه بسیاری از خانواده ها رو دیدم که در این مورد فکر درست و منسجم ندارن مسلما هر خانواده در خودش دارای ارزش ها هستش ارزش هایی که اون خانواده بر اون ارزش ها استواره و همین ارزش ها هم داره خانواده رو به جلو میبره اولین مطلبی که در تربیت فرزندان باید ازش مطمئن بشیم اینه که ارزش های درست و منسجم بر خانوا... خانواده ما حاکمه و خانواده ما روی این ارزش ها قرار داره گفتن این حرف که خانواده ما دارای سیستم ارزشیه کار راحتیه کار سختونه که بشینیم اول روی یه صفحه کاغذ این ارزش ها رو بر اساس اولویتی که واسمون دارند، به ترتیب بنویسیم تو این مورد زن و شوهر باید واقعا با خودشون صادق باشن همیشه وقتی که میخوایم این کارو بکنیم یه وسوسه درونی در ما هستش که میاد و ما رو تشویق میکنه که تمامی اون چرا که به زم همه مردم بخشی از فضائل اخلاقی به حساب میاد ورداریم اونا رو در لیست خودمون بنویسیم خب لیستی که اینجوری تهیهش میکنیم عزیزان لیست درستی نیست باید به خاطر داشته باشیم که وقتی که میگیم که بیاییم از ارزش یه لیست تهیه کنیم در واقع نوشتن اون ارزش هایی هستش که همکنون ما در خانوادهمون با این ارزش ها عملا داریم زندگی میکنیم و این ارزش ها بر خانواده ما حاکمه بذارید یه مسئله بهتون بزنم اون موقع ق... مطلب روشن میشه. اگه تو خانواده ما یکی از ارزشهای حاکم صداقته خب مواقعی که تلفن زنگ میزنه و ما حال صحبت با طرف رو نداریم و به کسی که گوشی رو برداشته میگیم بگو خونه نیستم بگو خونه نیستم همین منش کاملا مشخص میکنه که در خانواده ما صداقت ارزشی نیستش که زیاد هم بهش پای بم باشیم همون دور که میبینین اگه اینجوری به ارزش ها نگاه کنیم میبینید که مشخص کردن ارزش هایی که بر زندگی ما حاکمه همچینم کار راحتی نیستش واسه اینکه اغلب مواقع اون چه که از دهن ما داره, داره میاد بیرون اون چه که حرفش رو میزنیم با اون چه که در عمل میکنیمش خیلی فرق داره تربیت بچه ها با بچه شروع نمیشه بلکه با خود ما شروع میشه خود ماها هم محصول تربیت پدر و مادرانی هستیم که اونها هم ارزش های مشخص و منسجم نداشتن واسه همینم اگه میخواید که بچه های درست تربیت بکنید این تربیت باید در چارچوبی باشه که درش سیستم ارزشی درست به شکل قوی کار بکنه ویس کردن ارزش های خانوادگی یه چیزه و مطمئن بودن از درستی اونها یه چیز دیگه در بسیاری از اون چیزهایی که ما اونا رو در واقع همچون ارزش اونم ارزش های بزرگ قلم دادش میکنیم رگه هایی از غرور هست رگه هایی از مقام و منصب های خانوادگی هستش که اینجور رگه ها معمولا این رفتار رو ایجاد میکنه که دیگران رو حقیر به حساب بیاریم حتی در برخی از اونها رگه های نجات پرستی هم هست از طرف دیگه تو لیس کردن این ارزش هامون باید به یه چیزم توجه بکنیم و اونم اینه که اون چی که امروز داره برای ما به عنوان اصل ارزشی به حساب میاد 20 سال دیگه هم باید کماکان اصل ارزشی به حساب بیاد برای همینم هم هستش که لازم این ارزش ها با میار و محک درست سنجیده بشه و در این زمینه تنها محک تنها میار درست کلام خداست که به شکل حقیقتی مطلق در دسترس ما قرار داره واسه اینکه هیچ وقت میارهای ارزشی این کلام عوض نمیشه و در طول زمان برای هر جامع و هر فرد به یکسان سان استاخ داره شاید شما که به ایمان مسیحی باور ندارید و یا اصلا به خدا و این رو چیزها اعتقادی ندارید به این حرفی که من زدم خورده بگیرید و در این رابطه در واقع از من انتقاد کنید ولی این حقیقت کماکان به قوت خودش باقیه که درستی هر تئوری مهم نیست چطوری در واقع خودش رو در نتیجه ای که بر جا میذاره نشون میده درستی هر تئوری در نتیجه ای که بر جا میذاره نشون میده و این مطلب در مورد تیوری های تربیتی هم صادقه با کمال تعصب باید بگم که در تربیت فرزندان اغلب تیوری های تربیتی حالا به بومبس رسیدن تئوری های فعلی تئوری هایی که همین الانش داریم تئوری‌های های دهه قبل رو دیگه قبول نداره و مسلما تئوری‌هایی هایی که دو دهه بعد مطرح خواهد بود تئوری هایی رو که الان داریم قبول نخواهد داشت و همین مطلب هم مسئله تربیت فرزندان رو از بحثی صرفا اکادمیک بیرون میکشه و اونو تبدیل به موضوعی میکنه که هر جا صحبت ازش به پیش بیاد بحثا داغ و گسترده میشه بذارید خیلی کوتاه به سه قسمت از کلام خدا نگاه بکنیم و ارزش هایی رو که در این سه قسمت دارن مطرح میشن اونا رو مشخصشون کنیم این ارزش ها که این آیات دارن اونا رو مطرحشون میکنن مسلما عینک درستی خواهد بود که میشه مطلب رو از اون عینک به شکل درستش دیدش اینو در برنامه گذاشتم براتون خوندم مثلا تصنیه 6 چهار تا نخ رو دوباره نگاه کنید ای اسرائیل بشنو یهوه خدای ما یهوه واحد است پس یهوه خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت خود محبت نما و این سخنانی را که من امروز تو را امر میفرمایم بر دل تو باشد و آنها را به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستنت در خانه و رفتنت بناه و وقت خوابیدن و برخاستنت از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد ارزشی که در این قسمت از کلام خدا مطرح میشه دوست داشتن خداست ارزشی که در سیستم ارزشی هر خانواده باید در سرلوحه قرار بگیره دوست داشتن و محبت تجربه که فقط از داشتن رابطه دو طرفه حاصل میشه و این حرف در مورد دوست داشتن خدا هم صادقه خدا این امکان رو برای انسان فراهم کرده که بتونه باهاش در رابطه دو طرفه باشه در همین رابطه دو طرفه هم میشه خدا رو دوست داشت ارزش دیگه ای که این قسمت از کلام داره مطرح میکنه ارزشیه که روی کلام خدا میذاره و کلام خدا رو به عنوان حقیقت و راستی داره معرفی میکنه تو این آیات برای اون دست از اونایی که میخوان خدا رو پیروی بکنند دو تا ارزش مهم مطرح میشه که بعدها روش خیلی صحبت خواهم کرد محبت و حقیقت به قسمت دیگه از کلام خدا نگاه کنیم مزمور 127 اگر خداوند خانه را بنا نکند و نایانش زحمت بیفایده میکشند. می اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند پاسبانان بی فایده پاسبانی میکنند بیفایده است که شما صبح زود بر می خیزید و شب دیر میخابید و نان مشقت را میخورید اینک پسران میراث از جانب خداوند میباشند و ثمره رحم اجرتی از اوست مثل تیرها در دست مرد زوراور همچنان هستند پسران جوانی خوشا به حال کسی که ترکش خود را از ایشان پر کرده است خجل نخواهند شد بلکه با دشمنان در دروازه سخن خواهند را در این قسمت از کلام میبینیم که خداوند فرزندان رو با عنوان برکتی از جانب خودش مطرح میکنه و به ما هم یادآور میشه که در تربیت فرزندانمون چقدر به کمک و حفاظت خدا احتیاج داریم ما مالکان فرزندامون نیستیم امانت هستیم خدا اونها رو به ما سپرده که اونها رو به شکلی درست بر اساس آن دو ارزشی که گفتم یعنی محبت و حقیقت تربیتشون بکنیم به امثال سه یک تا 6 نگاه کنیم ای پسر من تعلیم مرا فراموش مکن و دل تو اوامر مرا نگاه دارد زیرا که طول ایام و سالهای حیات و سلامتی را برای تو خواهد افزود زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند آنها را بر گردن خود ببند و بر لوح دل خود مرغوم دار آنگاه نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهی یافت به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن در همه راه های خود او را بشناس و او طریق هایت را راست خواهد گردانید این قسمت از کلام خدا فرزندان و خطاب قرار میده خطاب به اونهایی هستش که در چارچوب سیستم ارزش... ارزشی که متکی هست بر محبت و حقیقت اینا بزرگ میشن این آیات به بچه هامون یادآور میشه که حقیقتی رو که در این سیستم ارزشی یاد گرفتن مبادا فراموشش کنند برای اینکه این حقیقتی که به اینها آموزش داده شده با خودش حیات به همراه داره با خودش آرامش به همراه داره ببینید سخن از رحمت و حقیقته این نحوه تربیتی در اون محبت و حقیقت رحمت و حقیقت رو با خودش داره برای اینکه سمرش رضامندیه چه در حضور خدا چه در حضور دیگر مردم ببینید عشق و محبت به شکل عملی خودش رو در اعتمادی متجلی میکنه که طرفین به همدیگه دارن اون چرا که خداوند در این آیات به عنوان ارزش داره مطرح میکنه توکل و اعتمادی هستش که از این محبت دو طرفه حاصل میشه و که به دوست هم که از منزل میاد بیرون که بره دزدی کنه دستاش رو به هم میمال و رو به آسمان نگاه میکنه که الهی به امید تو واسه همینم اولین قدم در تربیت بچه ها بررسی ارزش است که اون بچه در چارچوب اون خانواده با اونها روبروه و داره با اونها بزرگ میشه پدر و مادر این وظیفه رو عهده دارند که از درستی این ارزش ها مطمئن بشند ولی وظیفه اونها فقط به این تموم نمیشه اونها این ارزش ها رو در مقابل چشم کنجکاو این فرزند باید زندگی کنند اگه مسیحی هستید ارزش های زندگی شما باید بر اساس ارزش هایی باشه که کتاب مقدس مطرح میکنه اگه مسیحی نیستید و نمیخواهیدم باشید باید بگم که کارتون سخت داره واسه این که برای اینکه مطمئن بشید از سیستم ارزشی خودتون شما معیاری به عنوان حقیقت مطلق در اختیار ندارید با چی میخواید مقایسه کنید سیستم ارزشیتون رو و اونجاست که مجبور خواهید بود که به همون سیستم اخلاقی که حاکم بر جامعه هستش بسنده کنید و اون هم که باویلاست. در کنفرانس های مختلف اغلب کسانی که به جهت مشورت میان پدر و مادرهایی هستند که فرزندهای نوجوان دارند. این افراد در رفتارهای غلط نوجوانانشون هر کس و هر چیزی رو مقصر میشمارن جز شخص خودش. به نظر اونا دوستان ناباب، مدرسه، حتی کلیسا مقصره. ولی حقیقت تلخ اینه که اغلب خود همین پدر و مادران مقصرند. روزی رو به خاطر دارم که نصف شب راه افتاده بودم تو شهر که به دنبال یه نوجوانی بگردم که در واقع جزء اعضای کلیسامون بود و این نوجوان از خونه زده بود به بیرون در اون نیمه های شب در اون شهر خطرناکی یادم یاد دیگه همه جای شهر رو تا اون جایی که عقلم قد میداد رفتم دنبالش و بالاخره نزدیکی های ساعت دو صبح پیداش کردم در چه وضعی پیداش کردم بمونه فردا صبح فردا صبح که چرس کنم نزدیکی های وقتی که از خواب بلند شد سر میز غذا مطلبی رو مطرح کرد که شما پدران و مادران عزیز اتفاقا باید به این حرف دقت کنید این نوجوان به من اینو گفت برادر فریدون پدر و مادر من در منزل آن چیزی نیستن که شما در کلیسا میبینید ما با دو نوع معیار داریم زندگی میکنیم چیزی که در منزل انجام میشه و چیزی که در بیرون در مقابل چشم دیگران در کلیسا و در مهمانی ها انجام میشه و یه چیز دیگه هم اضافه کرد واقعا که خیلی تلخ بود برام گفت میدونید چرا من خودم و تسلیم مسیح و مسیحیت نمیکنم، همینطور کلیسا می میرم واسه این که اگه مسیحیت دینیه که افرادی مثل پدر و مادر منو تولید میکنه من از این دین متنفرم به نظر من حق کاملا باش شما پدران و مادران مسیحی که در منزل مخصوصا فرزندان نوجوان دارید شما موظفید که نه تنها از درستی سیستم ارزشی خودتون مطمئن بشید بلکه موظفید اون سیستم رو در مقابل چشمان اونها زندگیش بکنید یه روزی از یکی از اونهایی که آدرس پست الکترونیکی منو از یکی از این برنامه های تلویزیونی گرفته بود یه ایمیل دریافت کردم که وقتی میخوندمش همینطور عشق ششام بود این نامه رو یه آقایی به اسم نواب از تهران فرستاده اینطور بود جناب آقای فریدون خدمت سرکار سلام دارم و از زحمتی که میکشید ممنون هستم و دعا میکنم که خدایی که می و خداهایی که هر کس در دین خود می پرستد، او را در این مورد کمک کند فردی فرهنگی هستم و بازنشسته نشسته بچه هم دیگر بزرگ شدند و هر کدام به سر منزل خود رفتند و با زندگی خود مشغولند شنیدن حرف های شما در یکی از این برنامه های تلویزیونی فکر من بازنشسته رو به خود گرفت دائم باورهایی رو که در دوران کودکی بچه هایم داشتم به یاد می آورم و متاسفانه از آن چی که می بینم زیاد راضی نیستم همسرم به رحمت خدا رفته زن خوبی بود خدا رحمتش کند من معلم بودم و او خاندار برای همین هم همیشه بر این باور بود که چون من درس خونده بودم در مقابل ارزش که در هر چیز من مطرح می کردم او حرفی نزند و قبول کند ای کاش نمی کرد. ای کاش یک بار هم که شده می نشستم و از او نظرش با در طریق تربیت بچه ها می پرزیدم. ولی این کار را نکردم متاسفانه ارزش رو من به درستی در حرف می گفتم بعضی وقتا هم با داد و بیداد ولی بسیاری از اونها در زندگی خود من نبود و همین هم مرا بیشتر عصبانی میکرد و راه رو برای داد و بیداد باز می نمود. که اغلب سر بچه ها و مخصوصا همسرم خالی می شود. حالا با بچه ها و نوه رابطه خوبی داریم ولی برخی از مشکلات سخت در زندگی آنها راستش را بخواهید تقصیر آنها نیست تقصیر من است روزی پای صحبت شما نشسته بودم و شنیدم که می گفتید بنشینیم و با صداقت اصولی رو که با آن باور داریم و ارزش می دهیم روی یک صفحه کاغذ بنویسیم من همین کار رو کردم ولی چون صادقانه نوشته بودم از آن زیاد خوشم نیامد برای همین هم سوال شما را عوض کردم به خودم گفتم اگر زمان بر می گشت و این فرصت را می داشتم که قبل از بچه دار شدن اصول ارزشی زندگیم رو انتخاب کنم و بچه های من در اون اصول زندگی کنند کدام خواهد بود؟ در جواب به این سوال این ارزش ها را توانستم ردیف کنم یک صداقت دوست داشتم همیشه حقیقت رو بگویم و در همه خال با خانواده هم صادق باشم. دو اعتماد دوست داشتم که در خانواده من همه به هم اعتماد می داشتیم. در برنامهتون فرمودید که محبت به بهترین شکل خود به بهترین شکل خودش را در اعتماد فیما بین نشان میدهد. محبت و عشق باشد اعتماد است نباشد اعتماد نیست دوست داشتم با زن و بچه هایم در چنان رابطه ای باشم که عشق و محبت روز به روز زیادتر و اعتماد عمیقتر شود میدانم که این به خودی خود حاصل نمی شود و باید روی آن کار کرد دوست داشتم هر روز روی این مطلب کار کنم سه محبت بدون قید و شرط دوست داشتم که یک دیگر را به هیچ قید و شرطی قبول می کردیم و محبت می نمودیم. دوست داشتم اصلا نگذارم که حرف گوش کنی و یا موفقیت در وظایفی که به عهده داریم و حتی اطاعت از حرف من به عنوان پدر شرطی برای محبت و قبول خانواده باشد. چهار وقت خانوادگی دوست داشتم که به همسرم به اندازه کافی وقت دهم و این رو در مقابل چشم بچه ها انجام دهم دوست داشتم به خود بچه هایم به اندازه کافی وقت دهم و خود را با علائق خودم مشغول نسازم حتی اگر به تلویزیون نگاه می کنم آن را هم خانوادگی انجام دهیم با بچه ها در کار دستی کمک کنم با هم گرگم به هوا بازی کنیم پنج محافظت از یکدیگر. دیگر دوست داشتم یکی از اصول پرارزش زندگیم این باشد که خانواده همیشه کنار هم بیستد چه در روزهای خوشی و چه در روزهای بدی دوست داشتم این مطلب که دائم هوای همدیگر رو داشته باشیم در خانواده من اصلی بنیادیم باشد بخشیدن همدیگر دوست داشتم در خانواده من افراد به شکل عملی از من بخشیدن رو یاد می گرفتن. دوست داشتم زمانهایی که مشکلی در روابط ایجاد می شد بخشیدن خود را اولین چاره نشان میداد. نه قهر و قطع رابطه هفت صحبت با هم دوست داشتم که یکی از چیزهایی که به آن ارزش میدادم این باشد که در خانواده من روابط چنان برقرار باشد که بتوانیم با هم صحبت کنیم و طرز صحبت با هم رو هم یاد بگیریم به جای آن که بپاییم که احترام بزرگتر زیر پا قرار نگیرد به این فکر کنیم که طرف مقابل چه میگوید جناب آقای فریدون اگر زمان به عقب برمیگشت دوست داشتم ارزش هایی که بچه های من در آن بزرگ شوند این ارزش ها باشد ولی چه کنم که دیگر برای من دیر شده است و مجبور هستم دائم با ای کاش ها زندگی کنم ای کاش که هیچ زندگی اسیر ای کاش ها نباشد بیننده شما نوا از تهران چه دعای خالصی ای کاش که زندگی هیچ کس اسیر ای کاش ها نگردد ولی واقعیت تلخ اینه که اگه در زندگیمون ارزش های درست حاکم نباشه مخصوصا در تربیت بچه ها زندگی ما دیر یا زود اسیر این ای کاش ها خواهد شد